سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به مدبس کانال خودتون. مدبس چه شد؟ چالم بریم سراغ همون بهتر که بریم. خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. میریم سراغ تراک جدید امیر علی تتلو که همون بهتر که بیاری. آجی زیاد آره، حاشیه زیاده روزا و خیلی صحبت ها میشه. حالا شاید سر فرصت یه ویدیوی ساختیم، حالا ببینیم چی میشه. ترک جدید و قبلش که این روزا که بسیار زیاد یوتیوب اذیت میکنه، سابا رو پاک میکنه و ویو و لایک ها میزنه، اینه که میتونید اینجوری کانالمون سابسکرایب آره. کنید، یه کامنت انگلیسی بذارید، کامنت انگلیسی بذارید، سوالتون نپره، لطفا وی پی ان درست دارید. بچه‌ها سراغ ترک جدید کاورش اول بازم سیاه و سفید. آره و حالا المانایی که توشه یه چیزایی که تقریبا تو همه کارا هست خب، ولی چیزی که توشه یک قلبیه که افتاد کف زمین. اگه تو باشه ترک قبلیه قلبه توی حالا یک آکواریوم توری بود که آب توش بود و اینا، اینجا قلبه خورده زمین و انگار امیر که بالاش وایساده داره خورد میشه. ببین زیر امیر انگار داره خورد میشه. خب زیرشو خالی کردن یه جورایی، قلبی که شکسته باعث شکست شده، این شکسته یعنی روحشو همه شکونده. ولی یه چیز جالب که فکر کنم تو اکثر کارهای امیر هست که دمیچی برش میزنه اینه که خودش یعنی یک دوباره یک کاراکتر دیگه ای از امیر تو میبینی، همیشه گوشه وسط جلوی چیز که نظارگره. من فکر میکنم با توجه به حالا چیزایی که باور داره و حالا منم یه اطلاعاتی ازش دارم اینه که کلن زندگی یعنی که تو نظارگر باشی، یعنی نظارگر باشی، همه اینها میگذره، همه اینها قراره تو رو تبدیل بکنه به اون چیزی که به خاطرش به این دنیا اومدی، همش قراره واسه رشدت بشه، پس تو فقط باید نظاره بکنی اتفاقی که میفته. و شاید این اشاره به این داستان داره. برو بریم بریم گوش بدیم دیگه، متنش رو نداشتم. قبلا گفتم بازم میگم یوزفول بودن مهمه. بله به درد بخور بودن بد مهمه و اگه نمیتونی خوب ببین این صدای زیرش همون هنگه اجازه قبلی شد دیگه، همون که اگه بذاری بری منو با تنهاییم خواهر همتون تنهاییم کورسه. من اولی نبودم که ما تازه رفتیم. من اولی نبودم ولی آخرش نمیگم، قبلی در کانالمون. آره قبلی که ما آره رفته بودیم. آره دقیقا همونه، چه بمونه ما رفتیم. آره چه جالبه به من که ما فکر کنم حالا اینجوری میگه همون بهتر که بری شده. آره این میگه اینجوریه پس همون بهتر که کون لردتون این که یوزفول باشی بمون توی کلمه انگلیسی یه کار میبره، کاربردی باشی، به درد بخور باشی بمون. به درد بخور بودن بد مهمه و اگه نمیتونی خوب به درد بخور یا همون یوزفول باشی همون بهتر که بری، همون بهتر که بری. یک یوزفول بودن تا حالا نشیده بودم اصلا انگلیسی به اون شد. چرا استفاده میکنه هر از گاهی، ولی شاید اون در قالبای فانش که میخواست صحبت کنه، صحبت کنه دیگه. یک دو دو هشت اگه باز میخواد خبر تا هر جا بیاد بگی تو رو سجا میخواد، همون بهتر که بری، همون بهتر که بری. چون باحال که واقعا ما این ترک من اولی نبودم ولی آخرش چه به موقع رفتیم تازه گوش کردیم الان. حالا این یه تیکه که الان خون که فکر کنم کورسش باشه شروع کرد داستانو، قشنگ همون فلوه، همون ملودیه که دیگه تو اون ترک آره. فقط حالا چیز دیگه داره میگه، حالا میگه اگه میخوای بری دیگه برو دیگه همه تک بری. چه جالب که ما به موقع رفتیم. آره اگه باز بلوف بی خود که فردا میاد خسیس، بخوای جمع کنی واسه فردا اینا، همون بهتر که بری، همون بهتر که بری، همون بهتر که بری. توی که همیشه بودی فکر کندن فقط دوباره این فلوه اون تحریره، چقدر این تحریر که تو اون ترک بود اینجام داریم
اونجا یه اشاره که به خاطر اینکه اینجا این همون بهتر که بری و با آره. اگه بخوای بری با اون ملودی اون آره. رو میگه دقیقا. آقا این جدیدن هرچی که حواشی داره زیادتر میشه پرکارتر شده همین به نظر بهتر که بری توی که به بختمونمش میزدی هم دن لگدم بهتر که نباشی توی که حضورت نه دیگه برکت نیست که ایچی فقط خودتو میبینی همه حرکاتت هم ته تبعیزم فقط خودتو میبینی همه حرکاتت هم ته تبعیز یعنی دیگه ته قافیه یدو کردشونو ته تبعیز بالا که بری اصلا تو این تیم کلم بشن همه تغییر میره گندیده کل سبد و به گامیده اینه شده این صبر لبریز این همین داستان این روزاش دیگه حتی آره هی بندا میان و میرن و کلن بندش و فلان و اینا بینش رو داری تو تیمش دیگه آره هر کسی نگه الان که دیگه فکر کنم که هنوزم ثابت نشده اون ترکیبه هنوز بندش هم نشده اگه اشتباه کنم ولی تا نتونی درد و تحمل کنی که نمیرسی هیچ موقع به مرز تبدیل. این موزیک زیر یه مقدار دهه 80 نید دهه 80 میلادی اون لاینه که زیره به نظرم خیلی شبیه اونه روزگار سخت‌تر شد ما هی وای سادیم و پر رنگ تر این که ریخان جلوم که صد بشن مثلا منو با سازی و محکم کرد چه جزه صدایی دیم ساندهایی که آره دیم عجیب غیب بگه اینه که وای سادن جلوم منو محکم تر محکم تر این باعث میشه که بازم پیش رفت الان دیگه ببینی هر کی رو میبینی هر کی رو تو میبینی میخواد که به نفع مردم ویدیو بسازه راجب امیر تتری اوکی آقا شما اگر به نفع مردم دارین ویدیو میسازین حالا من این ویدیو ردیف فقط بسازم چرا ویدیوتون همه مونتایزه و پول در میاد توش بیاین دیمونتایز کنین نشین مردم بگیم بگی برای مردم داریم ویدیو میسازی آخه اصلا چه فی مردم دار اینا ببین یه جریانی رو درست میکنن فقط خاطر ویو پوله اگه باز میخواد خبرت هر جا بیاد هی بگی تو رو سر جا میخوان همون بهتر که بری همون بهتر که بری اگه باز بالا فی خود که فردا میاد خسی باز بالا فی خود که باز... فردا میاد یعنی همیشه میگن یه روز بهتر میاد یا فردا بهتر از امروز میشه بلوفه آره. تو خالیه اگه باز بالا فی خود که فردا میاد خسیس بخوای جمع کنی واسه فردا اینات همون بهتر که بری همون بهتر که بری همین الان ببین این همون بهتر که بری و میتونی این داستانم بگی که اون داره یه سری خصلتایی رو میگه خب که مثلا در انسان ها هم هستی خصلتای خصیص بودن و جمع کردن و پول جمع کردن فلان یه سری دیدنم داره میگه یک انسانی را میگه که اگه قراره این خصلتا رو داشته باشی که همون بمیری به درد این دنیا نخوری بهتر اگه قراره به درد این دنیا نخوری بهتره که بری این هم شده یعنی انسانیت خرج نکنی احساس خرج نکنی آره خصیص بودن فقط پولی نیست بچه‌ها فقط مالی نیست انسانیت احساس فقط این قراره اینجور آدمی نباشه هم بهتره که نباشه اصلا تو این دو اگه از کاری که میکنی از کسی که باشی لذت نمیبری خوشحال نیستی یعنی عشقت واقعی نیست اگه واسه کاری که انجام میدی توقع خاصی داری یعنی عشقت واقعی نیست صد قبول دارم حرفشو آره اصلا صد قبول دارم حرفشو یعنی چیزی که عشقی که واقعی باشه به هر چیزی دیگه توقع معنی نداره اون وسط دقیقا توقع که قاطی بشه دیگه اون عشق کمرنگ شده ببین موضوع اینه که آدم های باعث دور همین نیستن نه. تو این سال ها مثلا ندیدم
و هرچی که از دور دیدم و حالا خبر داشتم همه بیشتر به خاطر منفعت بوده. جالب اینه که بعضیا به ما میگن که شما ریاکشن میرین به خاطر پول و امیر تتری. یه چکوی میبینین چقدر کپی رایت داره. آره تقریبا 190 آهنگای تتری کپی رایت میگیره و پولی توش در نمیاد. معمولا 10% 15% هم در میاد، دروغ نگیم، بعضیش هم نخورده، ولی انگیزه مالی شخص نبوده. انگیزش همون انگیزه ایه که به بهرام ریاکت میریم و کپی رایت میخوریم، به سارنا آره. میریم بعضی ترکاشو آره. ریاکت میکنیم. انگیزش همینه، به خاطر اینکه مخاطبی داریم که ما رو داره حمایت میکنه، همراهی میکنه و اما درخواست داره و واقعا خوب حمایتمون میکنن. همونطور که بقیه مخاطبمون از ما درخواست دارن و ما تا جایی که امکان داره با احترام درخواستشون انجام میدیم، و از نظر من مخاطبای امیر تتلو هیچ فرقی نمیکنه. خیلی هاشون هم هستن که مثلا با ما کانکتن صحبت کنن، خیلی ردیف و چه یه نمیشه. اگه واسه موندن یا بودن انگیزه نداری، یعنی عشقت واقعی نیست، و اگه عشقت واقعی نیست هم بهتر که بری، هم بهتر که اگه هنو میپری با هرکی اغده ای تره، اگه دیگه بغلت میکنم قلبت تون نمیزنه، اگه پیش چقدر قشنگ بود اینجاست. آره همونه دیگه، این همون بحث خصاصت هست دیگه. ببین آره. کاورش قلبه افتاده زمین، عشقی که میمیره یه این از عشقی که تو دیگه بری وقتی بغلت میکنم، این خیلی قشنگ، وقتی بغل میکنم قلبت تون تون نمیزنه، تو وقتی عشق تو بغل میکنی بهش نزدیک میشی، ناخودآگاه قلبت تون تون میزنه. اینو بارها به من تو گفته، چرا اینو قلبت داره تون میزنه. من اونجا فهمیدم که امیر تتلو پس داره دوست من فسی بهت خوش نمیگذره، اگه فیوز کنارم خود به خود همی پره، همون فیوز کنارم اگه یه درصد تا چیگو خیلی لفظش با اگه فیوز کنارم اگه خود به خود میپره. ایوانه ببین، در این که تتلو در اینی که همچین یه موقعی مثلا تو غم داره قشنگ شش میفهمی، ولی لحنش غم داره، ولی خب لفظایی میکنه اگه خیلی باحال شوخ طبیعه رو داره، یعنی وجود یعنی تو ذاتن آدم شوخیه و این خیلی باحاله. فکر میکنی بهتر است برو به یه غره، حتی اگه من بترسم تنها، هم بهتر که بری خداحافظ عزیزم، همیشه همه جا دست طبیعت باشم راه تو. چقدر قشنگ، دست طبیعت باشیم، واقعا پاگانیز شدش دیگه. آره خیلی ساله، خیلی ساله میگه. و میدونی که طبیعت گراها، حالا من خیلی دقیق نمیدونم دیتیلای که امیر تتلو رعایت میکنه چیه واقعا، ولی پاگانیس طبیعت گراها که میدونی مال وایکینگاست در واقع و کشور اسکاندیناوی هنوز یه سری هستن که پاگانیستن. حتی یه فیلم ترسناک دیدیم راجبی که مراسماشون و شلات اینات خیلی اگزاجر و ترسناک، ولی واقعا هست اون مراسم. و یه نکته خیلی جالب در اون مراسم پاگانیستای سوئد اینه که آقا ماری جمانایی میزنه. نکته خوبشه. تو هیچ موقع نبودی عاشق در واقع، هر موفقیت هم داشتی لاشی در جایم، بهتر که بلی و جلدم نشدی، همون بهتر که بری تا این که همش عشق و بید، همون عشق و بید بیدش ها انگلیسی هاشو اینجا شاره آره توی سابتایتل عشق و بید بیدش هم فارسی میشونم. آره تو گفتی اصلا لامصب تو صحبت همون بهتر که بری تو این که همش عشق باشو. آره دیگه عشق و وید، طبیعت و عشق و وید، ولی معمولا وید برای من لبخند و خنده و قهقه و ویده. آره. نه عشق خیلی فاز بدی میشه اونجوری نیست، با عشق با خنده هر کی یه فازه میگیره ازش، همش عشق و وید، همون بهتر بری از این رابطه که چشات همه رو دنبال پول بود فقط کش شدی. حاجی این خیلی بده، این که تو توی رابطه، هر رابطه، چه رابطه احساسی باشه، چه رابطه کاری باشه، چه رفاقت باشه، فقط دنبال کشه باشی خیلی بده. یعنی چشت کور میشه رو همه محبت هایی که میبینی و همه چی کور میشه، اصلا اون رابطه معنی پیدا نمیکنه.
آقا میراج چه درام لوپای خفن، چه پاساژای خفنی گذاشته واقعا تو این کار، خیلی حال کردم. باز میخواد خبر تهجا بیاد، بگی تو رو سجا میخواد، همون بهتر که بری، بری اینجا صدای موزیکو. ببین یه درام همراه که کومه دوم یه درام و یه گیتاری هم زیر کنه، خب که پاساژ هم میده، بعد یه صدای اورک فرم میشنوی که مثلا سریال استرنجر تینگز میگم که تو و بچه ها یادآوری بشه، موزیک دهشت من این لایناشو خیلی دوست دارم، باید بگم دوست دارم، نمیتونم نگم. میراش خیلی خوبه، خیلی خوبه کارش. خسیس بخوای جمع کنی واسه فردا، اینات همون بهتر که بری، همون بهتر که بری. میبینی دینی 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 ارگم داره به یه ملودی اون زیر میاد و سولو شروع شد. سولو ببین لاین پیانو دقیقا راست میگه شبیه در 80 میلادی موزیکای اون موقع که البته جدیده نم خیلی دوباره مود شده و خیلی برام جذابه که میدم معراج اینجوری استفاده داره میکنه، یعنی نشون میده که چقدر بروزم هست، میدونه اینا دوباره داره تو موزیک دنیا مود شده و استفاده میشه. اصلا کاری که اینجوری سولو داره خیلی خوب، اصلا کاری که خود تم اینطوری آهنگ سازی تم راک داشته باشه خیلی خوبه. چون بچه ها میدونیم موزیک راک امروز روزم دیگه سولو به شکل کلاسیک استفاده نمیشه که گیتار کلیک بیاد سولو بزنه، این سلیقه میخواد، دلبستگی به این نوع موسیقی میخواد که تو بیای همچنان سولو رو استفاده کنی، بذاری و وفادار باشی. من خیلی موقع میبینم معراج این کار میکنه، اینه که پرچم بالاست. بهش کرده قلب در واقع کوچمش، ادای علکی حرفای پوچمش، نقه بی خود قلب لوس، دیگه اون لبای دهنی نداره بوس. چقدر رایماش دوست داشتم، چقدر ورس جالبی، چه فلای با حال، خیلی کوتاه رایما، خیلی ببین رایمای عاشقانه که اینجا داره دیسلاف میکنه چقدر چسبه، خیلی باحال بود. باز ببین با پاساژ ببین اومد بهتر که بری با همون یه مشلاف چون هرچی بیشتر بمونی بیشتر میاد در دماغت خون، همون بهتر که بری سری از اینجا که حضورت میندازه یه تیک کلاف روم، من میرم با یکی که پارا درسته. ببین اون یه تیکه که دست میشه همون بهتر که همیه مثلا چند تا بیت قبلی مدل خونه شو که مثلا دیگه یارو بریده دیگه چقدر لوست کنم آره. دیگه کسکش باره دیگه یه چیزی منجوری بود خوندنش آره. نه دیگه این رو نگفت نه ولی یه چیزی مایا پس دهنیش نمو کنیم جای اینکه تو روم واسه گفتم شونم و به مال بگه برو درسته چقدر قشنگو میرم و ازت سیرم دیگه منی که بل نمی کردم به هیچ وجه هیچ وقت تو رو گرسنه میرم چی میگی؟ میگه میرم و ازت سیرم دیگه منی که هیچا بل نمی کردم تو رو گرسنه سیر و گرسنه رو اینجا چی جوری است بگم؟ اونجا هم دوست داشتم میگه میرم با یکی که پر باشه شونم رو به ماله بگه برو جلو پشتم وایسه این خیلی خفنه که اینجوری یکی پشتت باشه آره. اما که یه همچون کسی رو همه نیاز دارم تو زندگیشون همه نیاز دارم و منم نیاز داشتم دیگه بیا برو بینیم چرا آقا ولی خب من مثل میکنم که هنوز که هنوز یه همچون کسی رو ندارم تو زندگیش
حالا ولی... اون کس اصلا نباید بچه دختر باشه یا نه مثلا... یه نفر پر با انرژی مشتی اعضای خانواده، یکی که واقعا تو رو به خاطر خودت میخواد. آره دیگه، من الان لیدر موفقیتات خوشحالش کنم. من الان یه چیز خیلی مثلا میبینم ناراحت میشم. اصلا امیر تسلو 100% کارهای اشتباهی هم داشته. من بارها گفتم کارا رو اومدی یاد زدی و یعنی هزار تا آرتیست هزار تا کثافت کاری میکنن، هزار تا کار میکنن، اصلا درست و غلط نمیدونم، ولی هیچ که خبردار نمیشه. ولی تو تک تک کاری که میکنی میبینی به بقیه میگی، خب بعد بقیه میان ازش از آب گلوی ماهی میگیرن و اگزاجرش میکنن. بعد داستان من از این ناراحت میشم که کلی رفقای مثلا جونجونی همی داشته هیچ که حالا همشون دارن پس میزنن این وسط جایی که امیدوارم که مثلا یکی باشه پیشش حداقل تلفن بزنید داداش من اصلا خوب یا بد هر اتفاقی برای تو افتاده، اصلا تو شاید کارت اشتباه بوده شاید کارت درست بوده، من هستم حالت ردیف، امیدوارم اینجوری باشه و ما خبر نداشته باشیم. همون نیاز داریم به همچین کسی. آره. امیدوارم که امیرم داشته باشه. ببین اینجا چقدر گرگه چقدر خوش صداه. آره اصلا یاد اون راست میگه آهنگ تو اون سبک و سیاقه. من حالا استوب میکنم که به تو بگم که حواست باشه، حواست باشه باز بلو بی خود که فردا میاد خسیس بخوای جمع کنی واسه فردا اینا تموم بهتر که بری همون بهتر که ولی نفگو همون بهتر که ولی دیگه بری، دیگه رفتی ول شدی، افسارتو ول کردن. آجی این قشنگ همه بچه هم میدونم به کی داری میگه دیگه، همون بهتر که ولی آجی راست میگه اینجا ارگه چیسته شد الان واضح‌تر شد. قشنگ اونجوری شد. قشنگ امروزی که تیتراژش شد. راستی قشنگ اصلا این ورد من اون ور. اورگ اون. الان اینجا واضح‌تر شد. تا الان چون هی به لیریک توجه کردم به بسری. همون بهتر که بلی. همون بهتر که بری. ولی بوله بابا. دوست داشتم آهنگسازیش خیلی باحال بود. البته که برسیم باحال بود. ببین کل کار اوکی بود، ولی یه چیزی میخواستم بگم، آهنگسازیش رو خیلی پسندیدم. آره. حقیقتش آره. آهنگسازیش خیلی پسندیدم و دم معراج گرم کارش درسته و خیلی خوشحالم که در این شرایطم داره موزیکای خوب میسازه. آره. شرط خاصی نیست. داستان اینجوریه که ما ایرانی‌ها بچه همینیم، ما همونایی هستیم که به مسی فش خارمادر میدیم چون گل زده، چون به تیم ایران گل زده. ما همونایی که وقتی تو ماج توه میگیم که خیلی دمش گرم طرف معنه، حالا که آزاد شده میگیم وصله، میگیم وصله. ما همونایی هستیم که با دو تا حرف فدایی سروشش که اصلا قهوه‌ای میکنیم، بعد سروش میاد کار میده دوباره میریم فدای قهوه میکنیم، خفنی گفته. ما یه همچین آدمهایی هستیم متاسفانه. و این چیزی که اینا از ما ساختن، شخصیتی که اینا از ما ساختن و همین دیگه. حالا اگه نیاز باشه بعدا یه ویدیو میسازیم در مورد این حواشی جدید و اینا، ما همچنان نیازی داریم. من حقیقت خیلی نمیخوام اصلا یعنی علی حاشیه و داستان هستم، ولی دیگه یه سری چیزا داره خیلی لوس میشه. آقا 85 تا ویدیو در روز 85 تا یوتیوبر دارن میسازن که به مردم کمک کنن. خب داداش اگه شما یه دونه اطلاع رسانی کردی برو پرونده شکایت فلان بی در پیکر نیست دنیا که انقدر. بعد شما هم که پول جیبتون هست دیگه، چون انقدر ویو گرفتین که الان کش خوب ماه دیگه میاد، میتونین برین وکیل بگیرین همتون. و اگرم که میگین سمت مردم، خب لامصب و ویدیو رو نشون بدین، دیمونتایز کنین، همش مونتایز نمیشه که. آره اصلا چی بگم نیولش حالا میگم به موقع. دمتون گرم، تا آخر ویدیو همراه من و آنایتا بودید. مدبکس چش و چالم که
اینا برای ما مهم، شما برای ما مهمی و حمایت تو شما برای ما مهمه. تو شما باشی ما هستی. دمتون گرم، دوستتون داریم. خدافظ.